سلام، چطوری؟ خوبی؟ من باهاش تماس گرفتم، گفتش که این تا دیروز این آمار درسته، تا امروز بیش از 10,000 تا ابتلا و بالای 1,400 نفر فوتی بوده. استعفام قبول نشده و به شدت وزیر از این وضع ناراحته، چون قبل گفته بود آقا بگین به مردم حقیقت و اینا، قبل از راهپیمایی نگفته بودن، پنهان کرده بودن. اصل موضوع هم پرواز ماهان بوده، الکی میگن غیر مستقیم اومده بوده، اون یارو قمیه با ماهان اومده بوده، از قم شروع شده و الان هم همه از قم به تهران منتقل شده، از تهران به شهرهای دیگه. بعضی استان ها هیچ مورد ابتلایی توش نیست، ولی گیلان، رشت، مازندران، تنکابن، مرکزی، قم، تهران، امروز کرج، استان البرز هم شامل شده. و الان میگفتش که فعلا روز خوبه، یعنی تا الان میگفت این مقدمه است. اون وقت خیلی جالبه، میگفت خود ووهان کنترل کرد، از قرنطینه در اومد. ما اگر که شورای امنیت قبول کنه، دستوره که شنبه قرنطینه کنن تهرانو، به خاطر اینکه اوضاع خیلی بیریختر از این حرف هست. و میگفت تا اونجا که میتونید، اونی که سر کار میره حواسش به سطوح باشه، دست میزنه ضد عفونی و این حرفا، اونی که وقت بیکاریشه از خونه تکون نخورین. میگفت اصلا اینجوری نیستش که بگین حالا ما میریم رعایت میکنیم، دیگران رعایت نمیکنن. همه این گرفتن ها به خاطر دیگرانه، نه به خاطر آدمای با شعور و با فرهنگی که رعایت میکنن. طرف یه مورد مستند میگفتش که امروز اینا واقعیه واقعیه، میگفت امروز یه مورد ما داشتیم، چون این مدیر کل بودجه از همه بیمارستان ها بودجهشون رو تخصیصش با اینه، همه جا میشناسنش، رئیس بیمارستان اسمش آقای سید عباس میرابدینه، من از خبرگزاری باش رفاقت دارم، بچه شاه عبدالعظیم خیلی خانومش هم پزشکه. میگفتش که امروز به من میگه آقا سید امروز رشت یارو بی همه چیز، بی شعور، حالش بد بوده، میره بیمارستان، میگن تو اصلا بدون آزمایش مثبتی، انقدر حالت بده، میخواستن بستریش کنن، فرار کرده از بیمارستان. من شرکت نفتی هم، باید برم بیمارستان تهران، شرکت نفت موظف منو خوب کنه. زن و بچهش لش موندن، با اتوبوس اومده. یعنی ببین، به قول این رفیق موسد عباس میگفتش که این یه قلم 200 نفر رو تا الان مبتلا کرده، همین یه قلم. میگفت از این آدما ما الا ماشاءالله داریم، در صورت که اصولیش اینه که یکی میگیره از سرد خونه هم منتشر میشه و باید از تابوت در نیاد، آهک روش بریزند و متوفا رو کسی دست نزنه، لمس نکنه، کفن و این حرف هم به کنار، اصلا لزوم نداره. پس بدون که میشه کنترل کرد، پیشگیری کرد، ولی شعور در مردم وجود نداره، نه مایی که رعایت میکنیم. ما مجبوریم به خاطر این وضعیت تکون نخوریم تا اونجا که میتونیم، جز سر کاری که میخوای بری، اونم با اون تمهیداتی که وجود داره. تا میگم این اپیدمی، به قول این میگفتش که این تازه شروعشه، چون یک ماه نهفته بوده، این پدرسگا اعلام نکردن، با پروازهای چین هی اومده، الان کار به جای رسیده که مجبور شدن ریخته بیرون میگن، و روز به روز فراگیرتر میشه، فراگیر و فراگیر و فراگیر. الزامن ممکنه هر آنفولانزا و سرماخوردگی به قول ایشون کرونا نباشه، ولی اونا زمینه سازه. باید تو خونه موند، استراحت و پیشگیری کرد که سرما نخوریم که پیش زمینه نشه. سلام برسون.